سلام برابکس، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. با یه خبر براتون اومدم از اکسپنشن 11 The War Within. تقریبا میشه گفت که تاریخ انتشارش مشخص شده. و بحثی که هست بچه ها، توی دیتا گیم بازی ما یه سری سرورها داریم، سرورهای اکسپنشن 11 عشان میبینید که داره WoW Dev 11، یه سری ریلم، یه سری به قول گفتنی سرور The War Within اضافه شده به بازی، که البته همونطور که اسمش روشه دوه، یعنی فقط مخصوص دیولوپر هاست. یعنی ریلمیه، سروریه که فقط دیولوپر ها میتونن برن تو 100% واسه تست کردن بازیه. و خب این اصلا چه ربطی داره؟ آقا بازی که عرضه نشده، فقط اومدن آقا یک سرور واسه دیولوپر ها دارن که تستش کنن. خب بچه، ما اگه بخوایم بیایم با دراگون فلایت یا با شادولند مقایسه کنیم، دقیقا چیزی که اینجا زده، مثلا میگم آقا تو دراگون فلایت آقا 22 آپریل این ریلم دیولوپر ها اومد، بعدش 220 روز بعدش بازی ریلیز شد. یا تو شادولند از اون روزی که این سرور دیولوپر ها اومد 250 روز بعدش بازی عرضه شد. یعنی حدودا 200 250 روز دیگه از الان قراره که بازی عرضه شه. اگه قرار باشه مثلا بخوایم نسبتش بدیم به دراگون فلایت یا نسبتش بدیم به شادولند، به اکسپنشن قبلی، از اون زمانی که اولین سرور و اولین ریلم که ریلم خود دیولپرها باشه، فقط خود دیولپرها میتونن برن توش، عرضه میشه 250 روز بعدش دوارد ویتیم میاد، که طبق چیزی که اینجا خود حالا وفت محاسبه کرده میشه بین جولای و آگوست، که جولای و آگوست بچه میشه تیر و مرداد، یعنی حدوداً 6-7 ماه دیگه. یعنی ما انتظار داشتیم که 9 ماه تا 12 ماه دیگه بیاد، ولی مثل اینکه خیلی سریعتر قراره عرضه شه، یعنی تو تابستون قراره که بازی عرضه بشه به احتمال خیلی زیاد، که خبر خوبیه به نظر من. اگه قرار بود مثلا توی پاییز یا زمستون سال بعد عرضه بشه، یعنی واقعا قرار بود 12 ماه طول بکشه دیگه، خیلی قرار بود طول بکشه. ولی همونطور که میبینید بچه‌ها، مثل اینکه به احتمال خیلی زیاد توی جولای یا توی آگوست، یعنی توی تیر یا توی مرداد قراره که اکسپنشن 11 بیاد، که به نظر من خبر خوبی، هرچی زودتر ارزش به نظر من بهتره. و واسه این که بچه ها شما بتونید نسخه بتا یا نسخه آلفا، نسخه تستش رو بخواید بازی کنید، که بهار میاد احتمال خیلی زیاد، یعنی 3 ماهی دیگه حدوداً از اوایل بهار نسخه تستش میاد، میتونید برید بازی کنید. واسه اینکه نسخه تست رو بتونید بازی کنید، متاسفانه باید حتما نسخه اپیک The War Within رو خریده باشید. اینم بدونید که روزی که بازی به صورت رسمی عرضه میشه، کسی که نسخه اپیک رو خریده باشه 3 روز دسترسی زودتر داره. در واقع بلیزارد، یا میشه گفت مایکروسافت، یه کاری کرده که اکثرا هر کی میتونه نسخه اپیک رو بخره. یعنی خود من هیچ وقت تو استارت کار نسخه اپیک نمیخریدم، صبر میکردم هر موقعی که آف میخورد و تخفیف خود اکانتمو از بیس اپیک میکردم. ولی الان چون که 3 ماه قبل از اینکه بازی ارزش نسخه تستشو شما میتونی بازی کنی با نسخه اپیک و 3 روزم روز ارزه دسترسی بیشتر بهت میده، من 100% نسخه اپیک رو میخرم. یعنی مایکروسافت یه جوری مجبور کرده ما رو که نسخه اپیک رو بخریم. خلاصه میخواستم توی این ویدیو خیلی سریع خبر رو بهتون برسونم که آقا قرار نیست 12 ماه صبر کنید، 6-7 ماه دیگه صبر کنید، The War Within میاد. شما هم حتما نظرتون واسه همین پوینت تو بخش کامنتو بنویسید. Oh my God, what a stunner!